من غرق بشم، هممون با هم غرق میشیم. دکتر جون، حرف گوش کنی کسی غرق نمیشه. اصلا بزرگتراش همیش غلطی نتونستن بکنن. نمیتونن هم بکنن. باش، از ما گفتم بود دکتر. همینه که گفتم. خود دانی. شب خوش. کیه؟ نمیخوای حاضر شی؟ میکن الان میرسه. چرا؟ این یا این؟ این. این بهتره ها. میدونم اون بهتره، ولی این. خب چرا جواب نمیدی؟ مهم نیست. الان میرم. زود باش. مراقبه بادخورکو باش یا نه ترکر. ماما جان خدمت شما، فقط اجازه بده مهرم هم بیه. دستم درد نکنه، بیا مادر جان. اینم بنویس قربون دست. این مال کیه؟ طلعت. چی شده؟ نمیدونی چقدر پاهاش ورم میکنه، میشه خیک باد. هی بابا اولی آزمایش براش مینویسم. آره دیگه همون شلو کالو چیزی نیست. چیزی نیست. چیزی نیست. چیزی نیست. پاش درد بگه دست و پاش گلم تو که وای صدام تو پاشی دی 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 دیگه. ما هم پری حالا خاله طلعت که از خودمونه، ولی از بقیه همسایه ها داری نسخه پزشکی براشون مینویسی. حداقل یه پولی میگرفتی دیگه، کلی بدکانیم به خودت. میگیرم از کجا میدونی نمیگیرم؟ خدای پول میگیری؟ بله واقعا. دمت گرم. میبینی؟ همین امروز که تولد نیکانه، اینقدر من کار دارم طلعت باید نیاد. طلعت که با خودم نکرده. ولی دلش اینجاست. الان کارم تموم شد میام کمکت. دستت درد نکنه. راستی آقا جهان کو؟ نه رفت از تو ماشین محرمو بیاره. اینو بده من. بفرمایید. مادر اینا بنویس قربون دست. میگم کی به شهر عروسی تو. انشالله. امشب میگفتی سهرم میومد دیگه. باباش نمیذاره با من سهر حرف بزنه اصلا. حالا بیاد اینجا مثلا نامزده بستیم. صد بار بهت گفتم. میگم مسعود یه چک بنویسه مشکلتون حل شه. هر موقع داشتی پس میدی. برای چی مسعود اصلا باید مشکل من حل کنه؟ من خودم خراب کردم، خودم درست میکنم. نگران نباش. من خوبه تو میخوام. میخوام دلت آروم بگیری. باشه نگران نباش. حالا روش فکر کن. باش. تو کجا؟ چند تو موز میخوری؟ سیاه برم برم مهمونه به همش نزن. برو اون بر از اون بر بردار. بابا دایی نمو کنم. اصلا نباشی. قربونت برم بیمن. سلام آقای دکتر. بفرمایید. سیما سیاه مکتوب یا بیه کمکی بکن جارجم شد. بودو دیگه. وای مسعود چه کیک بزرگی سفارش دادی، مگه عروسیشه؟ وای مبارک باشه. ممنون. بله خیلی خوشگله. بابا دست نزن، بابا دست نزن. بیا بیا چقدر دیر کردی. بابا چطور بابارش تو ماشین تو گم شد؟ یه کارواش ببرم. چشم آقا مسعود چی نام ان شاء الله مبارک باشه. بچین بچین. شوهرت با تلفن زیاد حرف میزنه، حواست بهش هست. چک به دستتون رسیده دکتر. بله. تله دختر مبارک. باید دارم تولده بعدی هم بتونی کنارش باشی. شب خوش. چی تلفن تو رو چک نکردی؟ نه من تا حالا دست به موبایل تو نزدم. یک زد کیه 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 میگم بابا من کار دارم. آقا مسعود نمیای؟ الو. خب کی تماشی؟ چشم چشم چشم. برای همه بچینم آزمایش می‌نویسم. بیا می‌خوام بزنم شتک کتکت کنم. بیا بیا پسر. حدا گیجارم در نیا. بیا. سیما من این دیروز بوده، تازه دنیا اومده. حالا ما تا 18 سالگیشو بگیریم. اینو میشه همچین چیزی. مثل خواب میشه. من بده میگم. بفهم. شما هم دیگه مورد سفید دیگه بازی کن دیگه. بازی میاد رفته ها. بفهم. خدمت شما. نه خدمت شما. هر کاری من میکنم تو نگرم. آقا من دارم بازی خودم میکنم. بازیه. نیکانه. نیکانو من. این واسه چی؟ خوشو من سوش خوشو. من هم فرم. بروش دیگه. اگه من مثل کی چی هم. ساکت تو دیگه. ای مسعود. پاشو دیگه. چرا خوشگل دنگی؟ پاشو. سلام. تابلو 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 تاب
که مشاهده میکنید اثر دست استاد فخاریتونه. به به بچه سلام، سلام کنید. سلام. خب ایشون یه چای میخورن یه رنگا رو میزن، فقط ایشون هم که کار میکنن، ایشون هم که حدیث احدیه با خیلی هم رو هستش فرقی نداره. میکنی چه کاری بود کردی؟ ای بابا جواب آقا سعید چی میخواد بده؟ بارو بچه نگران نباشه، نه ماشه آماده هست. مبارک باشه، مبارک باشه، دست شما درد نکنه. بسا حالا آقا سعید اخراجت کنه، حساب کار دستت میاد. اگه دیوونه هست منو بیرون کنه، حقوق هم که نمیده طلب کار باشه. تازه من خودم پول رنگم رو میدم، خودم هم درستش میکنم. تو هم ناراحتی کار نکن. نمیخواد حالا این حرفا رو بزنی، به جای این کار رو گندی که زدی و جمع کن بدش من. داداش سلام. سلام آقای خان. این چه وضعیه؟ دستگال جدیده؟ این دفعه نیکان خانم گلخونه به آب داده. لبابا طرح جدیدمه، قشنگ نیست؟ چرا خیلی قشنگه. بفرمایید. شیرینی برای چیه؟ حالا بهت میگم. بفرمایید. آخه شیرینی که ندونی واسه چیه، یهو به دهن آدم تلخ میشه. بر نداریم پشیمون میشینه. باشه بریز کش میارزه. نکنه مامان گواهی نامه گرفته؟ ما رانندگی که مامان داره، اگه قبول بشه باید حلوا بگیر. سعید بود؟ شهرداری. بفرمایی. ممنون، دست شما درد نکنه. میکنم. بفرمایی. شیرین خان باشید. خانم آقایان یه لحظه توجه کنن. خبر خوب این که ما قراره بریم ایتالیا. یه پیتزا به نیابت همتون کف میلان میزنم به بدن. بزا قدش. مبارک باشه. دمتون گرم. بابا بیشون نیامونه. بیا. بفرمین آدمان. چطور شدم؟ عالی. من چی؟ تو مثل همیشه عالی. خوبه؟ خیلی خوب. خیلی. سلام. فقط یه چیز. خب بگو. فعلا نظر از همکار کسی بفرم. مسعود درست حرف بزن من بفهمم چی میگی. خانم اینجا جای پاک کردنه؟ ببخشی الان میام جا به جاش میکنم. ما رو یه ساعت تعلق خودت کردی؟ یه ذره زودتر. تازه کلی هم کیف میده. همین قربون صدقای بی جای بابات دیگه. بزرگ نمیشی. سلام علیکم. سلام علیکم. اتفاقی افتاده؟ سلام. سلام. آقای انجا. آقای ابراهیمی هستم از اداره مبارزه با کالا قاچاق و ارز. من مهران ارجنگی هستم، وکیل آقای انجا. آقای انجا شما بازداشت دفعه با ما تشریف رو یاد برای چی؟ شاکی خصوصی دارن؟ الان تشریف یاد داره توضیح میدن.
سرت میام، نگران نباش. خب پروژه‌تون هم که تموم شد دیگه، باید بشینی پای درس ها. نه بابا اون که عمرن ترمون قبول شد، چند ماه دیگه هم میریم واسه مرحله نهایی. خیلی کار داری. خوبه، پس بابات که برگشت یه شب شام طلب ما. خب حالا اینی که میگی واسه کنکورت امتیازم میاری؟ اولا که من دعوتتون میکنم ایتالیا، اونجا به تون شیرینی میدم. بعدش هم من اینجا دانشگاه نمیرم. به محض اینکه مقامم بیاد سری درخواست میدم واسه بورسیه. آقا حسام هم گفته اگر بین سه تا طرح نهایی باشیم دانشگاه های اونجا واسه پذیرشمون به جون هم دیگه میفتن. حتما قربونتونم میرم، برنم من نمیذارم شما اونجا بمونیم. مگه من واسه زندگی شما تصمیم میگیرم که شما این کارو میکنی؟ شما هر واقع خرج خودت و خودت دادی، اون وقت برای آیندت هم خودت تصمیم بگیر. آها، پس واسه همین نمیذاریم بیام تو شرکت کار کنه؟ میترسیم پول بگیرم دیگه حرفتون رو نخونم. نیکان حواست هست چی داری میگی؟ کاش اصلا به شما نمیگفتم، فقط ضد حالی. بابا میفهمه من چی میگم. آره فقط بابات میفهمه. فعلا که تکلیف این مسابقتون هنو مشخص نیست، تا معلوم بشه میشینی پای درسات. من کنکور نمیدم. نیکان همینی که من میگم، میری هر کلاسی که مربوط به کنکورته ثبت نام میکنی تا جا پر نشده. کارآموزیت هم که دیگه داره تموم میشه، الانم که تابستونه. این طراحی‌های محیطی و این کلاس‌ها جدی نیستن، اصلا مهم نیستن. اصلا هم جدی نیستن. از مهر میشینی پای درس و مشقت، دیگه هم تکرار نمی‌کنم. دارن سخت‌تر از کل مدرسه می‌گیرن. بعده تو یه مدرسه‌ای داری درس می‌خونی که میدونی سال دیگه تو دانشگاه نشستی. همه آرزوشو دارن. واسه کسی خوبه که اینجا می‌خواد دانشگاه بره درس بخونه، نه من. جانم همه هم قارو دارن زیر رو میکنن. چی؟ من چی خواستم روشون ندم. نه یه جوری بگو من بفهمم. چی شده ممارس؟ دارن هم قارو رو همه رو میگردن. کی اومده؟ پولیشون اومدن. خیلی خوب الان من میام. چیکار باید بکنی؟ الان میام. چی بود؟ مامان چی شده؟ چی میخوام؟ خب الان کجا داری میری؟ بهت میگم. Thank you.
نگران نباش، وضعیتش پایدار. داریم منتقلش میکنیم آی سی یو. میشه توضیح بدین چه اتفاقی افتاده؟ اینجوری راحت‌تر میتونیم کمکش کنیم. نمیدونم، حالش خوب بود. فقط یکی دو روز سر درد داشت، یکی دوباره سرش گیج رفت. حالش خوب پرسیدم، گفت خوبم. سابقه سردرد، مشکل قلبی، بیماری زمینه‌ای نداشته؟ نه، هیچی. الکل یا مواد مخدر مصرف نکرده؟ نه، هیچی. اگه چیزی مصرف کرده به هم بگه، اینجوری راحت‌تر کمکش میکنم. نه، هیچی. ببخشید، من باید این جواب بدم. الو، چی شده؟ آگاهی؟ الان میام. بازرسی انبارو داشتن، منو بردم انبارو نشونشون دادم، بعد با هم پیش میکردم، من نفهمیدم چی میگن از چی شدم، بعدم اومدم ما رو بیرون کردم دیگه. همین البته یه چند سالی هست که ما شرکت رو تأسیس کردیم. قبلش پیش آقای فخار کار میکردم، مسئول پخش بودم. پرونده ها موجود و هیچ وقتم هیچ خلافی مرتکب نشدم. با شناختی هم که از آقای فخار دارم بعید میدونم کار اونا باشه. شرکت من مجوز پخش دارو نداره، ولی خب طبق قرارداد 5 تا از ماشینای من درگیر شرکت اوناست. منم نمیتونم در هر ماشینی آزمایشگاه بذارم ببینم کدوم یکی از مکمل تقلبیه، کدومش درسته. بار شعبه بیرجن لبه مرز چیکار میکرده؟ من هم از شما بیخبر. البته صفتر هم آقای توتونچی با من تماس گرفت، گفت باید بار جابجا بشه. گفتم شهر به شهره، گفت نه. بعدم هر چی همکاراتون میدونه، هر چی تماس گرفتم در دسترس نبود. البته پیش میاد تو کار ما، یعنی مثلا یه بار میره تو یه انبار پر باشه میفرستن یه سوله دیگه خالیش میکنن، ما مازادش رو میگیریم. در واقع قانونا من هیچ خلافی مرتکب نشدم جناب سایبورد. مکمله و ماشینای شما قاچاق شدن، ورود و خروجشون از انبار با ماشینای شما انجام شده، پس قانونا پای شما گیره. این آقای صفتر توتونچی رو چقدر بهش مطمئنید؟ اونقدر مطمئنم که ماشینم دستشه، اونقدر مطمئن نیستم که ازش بنزی پول ماشین چک ضمانت گرفتم. به هر حال ما تحت قرارداد بودیم، 5 تا از ماشین ما درگیر بودن، باید این کار رو انجام میدادیم دیگه. حالا ساعت و سقمشم واقعا نمیدونم.
اظهاراتو تو بنویس و امضا بکن. همینجا بنویسم. کارت شناسه. ببخشید. اتاق عکس نگهبان کجاست؟ هم کارت یه نفر دیگه خلاب کرده شدم من با تو اونو شدم جام سر کن برایتش بازش کن بلنش جام سر من شرکت باربری دارم برای من چه فرق میکنه سیب زمین پیاز جا بجا کنم یا دارو بلنش آقا بلنش آقا سه حتی سومش که اصلا به من ارتباطی نداره که سلام جوزف. سلام. چی شده؟ مسعود فخاری مسئول شرکت دیشب بیرجند بوده. قرار بوده امروز صبح با پرواز برگرده. دادن بچه‌ها استلامشو درآوردن هنوز برنگشته. اما همسر مسعود فخاری که میشه مسئول فنی شرکت الان اینجاست. دستور چیه قربان؟ انبار پلم شد؟ بله، بچه‌های وزارت بهداشت پلم کردن. طبق آخرین گزارشی هم که دادن مکملایی که توی انباره با اون چیزی که وزارت تایید کرده نمیخونه قربان. یه نفرم فرستادن که بابت پرونده همراهی میکنه. بگو خانم فخاری بیاد تو. بله قربان. درشون میدارم تا قاضی کیشیک برسه براشون قرار صادر کنه ببینیم که این میتونیم درشون بده. یعنی چی؟ شرکت سیماینا و مکملای قاچاق محاله. چی مگه میشه؟ شما باورت میشه یه همچین کاری بکنن خاله؟ نه نمیدون جمع تو اینجا چی کنم دخترم؟ من باید چی کنم؟ امو جمع آقای ارجنگی راست میگم او؟ نمیدونم به شرکت منم معذور شدن تو رو خدای کاری بکن ارجنگ صفتر میگه همه چی با اطلاع تو انجام داده صفتر بی خود کرده من از که تلفنش هم خاموش بیار وقتی بار میبرد به هر حال الان ترسیده همه چی ریخته رو شرکت دیگه حالا بیاد اینجا ازش اعتراف میگیره یعنی مسعود داشته با ماشینای شرکت قاچاق میکرده عزیزم من خودم هم گیجم تا مسعود نه که مشخص نمیشه که تو رو خدا حواست به شرکت باشه ماشینا نخواد بفهمید باشه نگران نباش سیما چی میشه؟ به هر حال مهر تایید اون پای تمام مکملای شرکت دیگه. جرمش بیشتر از مسعود نباشه کمتر نیست. اصلا امکان نداره. مام بابای من امکان نداره همچین کاری بکنه. نمیدونم حالا بیایم بریم. امضای خودتونه دیگه بله مکملات طبق روال بررسی می شدن به خاطر همین تایید شده آره همین نصف مکملای داخل انبار قاچاق هم تا اونجایی که من اطلاع دارم دارویی که وارد شدن مشکلی نداشتن الان چه اتفاقی افتاده من خودم هم نمی دونم الان خودم هم شوکم عجب گفتی دارو هنوز وارد بازار نشده نه؟ نه خیر مدارکش هم هست البته مدارک همیشه راست نمیگه آقای مسعود فخاری شوهرتون الان کجاست؟ آخرین باری که باشون صحبت کرد کی بوده؟ الان یه سفر کاری هستن تا شب بر میگردن احساراتون رو بنویسین امضا کنید بله چشم دیگه
ایشون هم تحت نظر باشه. بفرم. اینجا ها الان جهانو بردن، تو اینجوری دارن دنبال مسعود میگردن، چیکار کردین شما؟ منو نمیشناسی، خودم هم نمیدونم چی شده. مادر کیان کجاست؟ تو ماشینه. نگو که تا اینجا تو رانندگی کردی. مامان اصلا الان به این چیزا گیر نده لطفا، اینا چیزای عجیبی میگن درسته؟ به خدا خودم هم نمیدونم، گیج شدم. مادر اگه بابا تماس گرفت سریع اطلاع بدی. خب فقط مامان پری چی نفهمه دیگه، سفارش نکنم. خب لی دورت بکردم مهتاب جون، امشب بچه ها بیان پیش شما. نگران بچه ها نباش، من بچه ها رو میبرم پیش خودم. ماما یعنی چی؟ یعنی الان قرار امشب اینجا بمونی؟ ما یه شبه، اشکالی نداره، زود برمیگردم. حواست به کیان باشه. خب نگران نباش، ارژنگی همه چی درست میکنه. امشب که خونه نیستیم باید اینجوری گم بزنی؟ اون گم میدن چی شده؟ ببخشید خاله، اشکال نداره. قربونت برم. میتونی عمو جهان تو 10-11 سال که اینه تو بود همش تو همون بود. عمو جهان هم؟ بله. یه کسی چی نگی علمه رازش. ببینم جفتتون این مامان سیرون راز نگهدار هستی؟ بستگی به رازش داره. تاره سیمون از شیطنه تو اون چیزی گفته؟ نه خب مامانم فقط برات بگی چیکار بکنی چیکار نکنی. حرفامون تو همین دو سازه، وارد فازو سفامیشون دربامون میشه. برو بیا بده کمکت کنم. بعد از شیطنتون کلی تعریف کنم، اون بعد دیگه جرأت نمیکنه بهتون قور بزنه. بود سرما نخوری یا؟ من سیما وقتی با هم دوست شدیم درست هم 3 ساله تا بودیم، کلی شیطنت میگردیم، یه مدرسه از دستمون تو اعصاب. چطور؟ همش ما بابای دم در مدرسه بود. خاله مهتاب چونه؟ به نظر شما مامان من یه کاری میکنه که زندانیش کنه؟ برو لباس کیانو تنش کن، برو قربونت برم. برو سلام میکا، ببین میخواستم بهت بگم کلی جات خالی بود. بابا واسه قبولی شام بردمون بیرون، اینقدر ذوق داشت به همه رفیقاش گفت. اون راضی باورت میشه حتی به صاحب رستوران هم داشت میگفت جریان قبولیمونو. من قیافه من و حساب امیدی خجالت میکشیدیم، گفتیم بابا بسته گم بوده به همسایه‌هام بگی این قبولش برم. من راستی نیکا خانو تو چی؟ تو چی کار کردم برا؟ تو که معدل بیست کلاسی دیگه، کادوهای شما کجا؟ کادوهای ما کجا؟ دیگه کمه. Thank you.
مسعود قربونت برم، من خیلی نگرانتم. عمو جهان و مامانو گرفتن. ازت خواهش میکنم تو پیامم دیدی زود بهم زنگ بزن بابا. ببخشید دیر شد، اتاق عمل بودم، در خدمتتون هستم. با توجه به اینکه زمان احیا شما رو سر بیمار بودین، میخواستم ببینم که به هتروما شک دارین؟ بله، تو بررسی اولیه هتروما رو در نظر داشتیم. البته یه ضربه به سر داشته که خیلی شدید نبوده، هیچ نشانه از پارگی یا ترومای ظاهری دیده نشده. خانمش هم میگفت تصادف خیلی شدید نبوده. البته دیگه از وضعیت بیمار خبر ندارم، چون همون روز مجبور شدم شیفت رو تحویل بدم. عجیبه با این ترومای خفیف بیمار انقدر خونریزی داشته. تو شهر حال مریض نشانی از استفاده از داروی خاصی یا مخدری چیزی از خانم؟ هیچی، گویا داروهای مکمل بدنسازی استفاده میکرده که خانواده‌اش هم آوردن. دکتر شما تا به حال دیگه نبودم چیز خاصی نیست. پرونده یه دکتر یه چیزی یادم اومد. همسرش میگفت احساس کرده که قبل از تصادف بیهوش شده یا تشنج کرده. گویا یه چند روز هم سردرد و سرگیجه داشته. کلینتون، پس من این سری آزمایشات رو می‌نویسم که انجام بشه که به نتیجه قطعی تری برسیم. به نظر میرسه که آزمایش سمشناسی هم انجام بشه بهتر. بله چشم. آی دکتر یه لحظه تشکر بچه. من دیگه نمیتونم بازی کنم. میکان، خوب حالا شاکار نکردی. باشتن اینجا حدیس خوشی دیگه. سلام. سلام. چی شد؟
حدس درست بود. بیا. مکمل ها مورد داشتن. جواب دقیقش تو این هست. مطمئنی؟ مهتاب چیزی نباشه برام شر بشه. مطمئن باش. فعلا به کسی چیزی در مورد مکمل ها نگو. خوب فلت راحت. باشه خب شما بیاین سوارشین تا حدیث هم بیاد. من امروزش هم بیتم بیاد. سلام. نه آتس خودم اینجا من میشه بگید. تو که هنوز اینجایی مگه عجله نداشتی؟ چرا؟ دمت کرد. قربونه. بچه من امروز خودم میام. بعدا میبینم چون فردم. چش بود؟ چه میدونم بابا اصلا امروز دیوونه میگونه شدی. خب سوار شد. عزیزت قسم میدم، جون نیکانت قسم میدم، راستشو بگو واقعا نمیدونستی مسعود داره چی کار میکنه؟ من میدونستم که الان اینجا نبودم. اصلا زن و شوهریتون به کنار، 20 و چند ساله داری با هم کار میکنی، سر از کارش در نیاورده بودی؟ خوب خودت داری میگی، 20 و چند ساله با هم دوستی، باورت میشه مسعودی همچون کاری بکنه؟ مگه میشه منو تو این وضعیت ببینه هیچ خبری ازش نشه؟ من مطمئنم یه مشکلی پیش اومده، حتما. تا با گوشای خودم نشنوم امکان نداره هیچی قبول کنم. نمیدونستی این همه مکمل قاچاق تو انبارتونه؟ نمیدونستی به ماشینا داره این همه قاچاق این منو بر میشه؟ خوبه منم این سوالو بکنم. جهان سند شرکت اینجا میمونه تا رفع اتهام بشه. امشب اینجا نمیمونم که. نه از مسعود خبری نشد. نه خانم خبری نشد. ببینی خانم علایی متاسفانه وثیقه شما سنگینه. من دیروزم به مهتاب خانم گفتم که سند بیاره دفتر که من از صبح اینجا بتونم کاراشو انجام بدم. بله. حالا ایشون تماس گرفتن به هر دلیلی گفتن سند خودشون میارن دادسرا. حالا من میرم کارهای اولیه رو انجام میدم. ببینیم مهتاب خانم کی تشریف میارن. ان شاءالله به خیر میشه. ان شاءالله. ارجنگ دیر نکنی ها. من میخوام بدونم مسعود انقدر نامرد شما رو تو این موقعیت بذاره منو گرفتار کنه شرکت رو به لجن بکشه خودش هم گم و گور کنه. دمش گرم با عجب رفیقیه. سلام. سلام. چرا انقدر دیر کردی بابا؟ الان اجرا احکام میبنده ها. ببخشید ترجیح دادم خودم بیام. خوبی؟ خوبم دیگه. آره عالیم. گفتم امشبم اینجا موندم. خانم بفرمایید اجازه صحبت کردن نداری. یه چند لحظه باش صحبت کنم. فقط کم سریع‌تر. خوبی؟ چیزی شده؟ یه سوال ازت میپرسم، میخوام حقیقت رو به هم بگی. بپرس. میخوام بدونم مکمل تو بازار پخش شده یا نه. نه. مطمئنی؟ مهتاب وقت نداریم، امشب هم اینجا میمونم. سیما نمیدونستی مکمل تقلبی هن؟ نمیدونستی مکمل تو بازار پخش شدن؟ گفتم که نمیدونستم. میدونستی پریروزی داماد آوردن بیمارستان به خاطر اینکه قبل از عقدش رفته بود تو کما؟ امشب ممکنه عروسش سیاه پوش بشه. میدونی به خاطر چی؟ به خاطر مکملای شما. چطوری میتونی بگی به خاطر مکملای ما بوده؟ هزار و یک دلیل وجود داره که اون رفته باشه تو کما. این انحصار شرکت شما نیست. سیما تو اینو تایید کردی؟ از خدا نترسیدی؟ فقط به خاطر اینکه اسم شرکت ما این روه، منم تو این وضعیتم داری این حرف رو میزنی. من خودم اینو بردم آزمایشگاه بدون اینکه کسی بفهمه.
سیمون اینا تقلبی هن. تو مسئول بودی، تو اینا رو تایید کردی. معلوم نیست الان چند نفر رو تخت بیمارستان خوابیدن، تو خبر نداری. فکر میکردم میشناسمت، ولی الان شک دارم. به کی داری چی میگی؟ اینا وجدان دارن؟ اینا فقط 20 چند سال از ما سوء استفاده کردن. خواهش میکنم. مسئول کجاست بیاد زنشو ببینه؟ مسئول کجاست بیاد چه زن بچه‌شو؟ خبر رسید که آقا داریم حرف میزنیم دیگه. ببین اگه میخوای سند بذاری. بعداً اینو شوهر شما. یه خدا اون تا. نگی من چه سر گفتی. آقا دارم میام دیگه. مهتاب حواست باشه. اینا خبر سند گذاشتی، اینم مثل مسعود رفت جمع خواهش میکنم نگی نگفتی یا جمع من بهت گفته باشم جمع خواهش میکنم نه خودشون رو هر نمی کنم به بچه هاشون رو هر نمی کنم جمع خواهش میکنم قابلی 20 چند ساله ما ببین چه جوری بردن کجا باید بریم میدونی حاضرم هر کاری بکنم تا از این گرفتاری نجات پیدا بکنی به شرط اینکه راستشو به هم بگی سیما تو میدونستی مکملا تو بازار پخش شدن و هیچی نگفتی مهدا من التماست نمی کنم که سند بذاری برام من میخوام بیام بیرون همه چی رو درست کنم قسم بخور به قرآن قسم بخور که هیچی از این ماجرا نمیدونستی فقط ازت یه خواهشی دارم اونم اینه که این چیزهایی که به من گفتی فعلا به پلیس نگی خانم سیما علایی بیان داخل